بهش هم تذکر میده، میگه من میخوام برم اون جلو هر جور شده برسن. ناکن لخته دیگه، کامل لخته دیگه. من اصلا انگار من نبودم، انگار یه چیزی ریختم و رفتم. پیرزنای روستا گفتن آل میاد بچه رو میبره با خودش، جنگیر مکزیکیه، موکلشو با آتیش نشون میده. سلام رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیوی فوق‌العاده ترسناک، عجیب غریب و فریکی دیگه. خب رفقای عزیزم، امشب شب جمعه قراره براتون کولاک کنم، ویدیوهای ترسناک عجیب غریب و جدید و خفنی براتون آماده کردم. تا آخرش با من همراه باشید. کسایی که توی قرعه کشی قبلی برنده شدن توی اینستاگرام گذاشتم، ویدیو قبلم ویدیو بعدی براتون میذارم. دیگه صحبت اضافه نیست تو این ویدیو، امروز براتون جمشید کلافه رو آوردم. این بنده خدا همیشه کلافه از عین منه. پس خیلی ملو بریم سراغ ویدیوی وحشتناک جلو. خب رفقا، ویدیو شماره 1، امان از دعانویس جادوگر رمال. چقدر توی ایران زیاد شده این ویدیو رو دوربین مدار بسته گرفته جلوی در یه مغازه. شما مغازتون کسب و کارش میفته، هزاران بار گفتم دلیلش همچین چیزیه. نگاه کنید، خیلی ملو رفتار میکنه، یعنی اصلا انگار من نبودم، انگار یه چیزی ریختم و رفتم. نگاه کنید، خیلی شیک. شاید یکی بگه مثلا طرف آب خورده میخواد بریزه، دستشو میبره اونور جلوی مغازه بریزه. اینجا بچه ها همه زرنگن، میتونی سر کسی رو کلا بذاری. نگاه کنید، قشنگ میاد با یه زنه دیگه، قشنگ میدونه دوربین داره میگیرتش، ماسک گذاشته، داره شنبلی شبو میریزه. ای سک پدرتو ببره. پاچه مچش هم چه گشاده. ودکا بود ریخ، شبیه شیشه ودکا بود. این ویدیو بعد، این ویدیو شما برای من فرستادید از یه پیجه که اسم پیجش ورامی تدبیر، همجوری که میبینید گنده زده وسط که بقیه ببینن. طرف داشته واسه پیج ویدیو میگرفته بفرسته براش توی یه پارک توی ورامینه. نگاه کنید چی گرفته تو ویدیو. وای وای، یه سفینه فضایی واضح تو ویدیو افتاده، موزیک داره پخش میشه، سفره که میاره بالا یه لحظه یه چی رد میشه. این هاشش. به این میگن یه ویدیوی واقعی. خوشگل رد شد از بغل دوربین رفت بالا. نمیتونی بگی برف، تگرگ، بارونه، نه کاملا دایره شکل، دورش هم حالت چراغ داره. ببینید این هاشش، یه سفینه فضایی. توی ایران خیلی زیاد رفت آمد میکنن، ولی اینکه بتونی تو دوربین بگیریشون کار سختیه. کل دنیا رفت آمدشون خیلی زیاد شده، کلا جدیدن زیاد شده. ویدیوی بعد، وای، این ویدیو توی خونه گرفته شده، بغل جای خواب یه بچه، یه صندلیه. این دوربین معمولا میذارن بالا سر بچه‌ها. ناکنید رو صندلی چی گرفته. صورت یه جنه، نمیدونم، نمیشه همه رو گفت جن. ببینید با، هی ظاهر میشه هی میره، هی ظاهر میشه هی میره. صورت رو ببینید، ویدیو رو من با بدبختی پیدا میکنم. صورتش رو ببینید، اینید هی میره هی میاد، با نور کم و زیاد میشه، انگار نشسته روی صندلی. به بچه کوچیک خیلی علاقه دارن ایرانی ها، مثلا قدیمی ها بهش میگفتن آل. یا آل نیاد بچه تو ببره شلوارتو در بیاره، آل نیاد پوشک بچه رو ببره. ناکنید صورتش رو ببینید، ویدیو بعد رفقا، توی این ویدیو هم
یه دوربین مداربسته که بالا سر بچه ها میذارم، بهش میگن دوربین کودک، میذارم بالا سر تخت بچه. صورت رو ببینید، داره بچه را اذیت میکنه، بچه داره تو خواب نصف شب هی تکون میخوره. صورت رو ببینید چقدر وحشتناکه و چقدر شبیه به ویدیو قبله، یعنی از یه جنسن انگار، همون آلیه که روستایی های قدیم میگفتن، پیر زنهای روستا گفتن آل میاد بچه رو میبره با خودش. صورتش رو ببینید، وای بچه رو داره اذیت میکنه. توی این ویدیو چند نفر وایستادن از دور دارن از یه صلیب فیلم میگیرن، نصف شبه، ناکنید گریه میکنن. هرچی نور رو صلیب میگیرن، بعضی اوقات هیچی روی صلیب نیست، بعضی اوقات انگار یه چیزی صلیب شده. واقعا ببینید الان معلومه یه چیزی صلیب شده، ناکنید هی نور رو بالا پایین میکنن، میره میاد، میره میاد، ویدیو هم هیچ کاتی نخورده. ببینید اینجا رفتش، دیدید اینجا کامل ناپدید شد، اینجا نگاه دوباره اومد. نور رو که بالا پایین میکنن، این خودشو تو انرژی نور خودشو نشون میده. ببینید پشت دارن گریه میکنن، عکس میگیرن. ببینید یه دیدید کنید اینجا رفت غیب شد، هی میگیره غیب میشه، هی میاد روی تصویر، انگار داره صلیب میشه. این مدل اتفاقا توی دنیا خیلی میفته رفقا. قدیم هم طرف یه همچین چیزی میدیده میگفته معجزه، الان دیگه به لطف دوربین و تکنولوژی قشنگ معلومه. ویدیو بعد، توی این ویدیو طرف موکلشو، یه جنگیر مکزیکیه، موکلشو با آتیش نشون میده، یعنی بهش دستور میده که آتیشو براش تکون بده. نگاه کنید ببینید چجوری موکلشو صدا میکنه، ماچ میکنه اینجوری، نگاه کفتر داره صدا میکنه. آتیشو ببینید چجوری داره میچرخه. نه داره صداش میکنه. تکون بده. این که من میفهمم چی میگه چون زیرنویس داره، میتونم زیرنویسشو بخونم. تکون بده، تکون بده. دیدید؟ ویدیو بعد رفقا، توی این ویدیو تصویر واضح یه روح رو میخوام بهتون نشون بدم. طرف توی خونهش زیر شیروانی یه سر صداهایی میومده، دوربین رو میگیره. به خاطر همینه که میگم فقط تو دوربین میفته، با چشم نمیشه دید. ناکنی اینجا براتون تصویری یه کاری کردم، ببینید. من رو فلش میزنم کامل. دیدید؟ یه سایه سیاه انجال دوربین رد شد. به هیچ عنوان با چش نمیتونی اینو ببینی، با دوربین هم سخت دیدنش. اینا هم که به واقعیت نزدیکن. بعدی هم دقیقا بیرون همون خونه است، طرف داشته رد میشده. طبق معمول کلن از این خونه فیلم میگیره دیگه، به خاطر اینکه یه چیزی توش دیده. ناکنی چی افتاده، دقیقا همون جایی که زیر شیروانیه. یه لحظه خودشو نشون میده، دیدید؟ هی از یه شکل تبدیل میشه به یه شکل دیگه. دایره میزنم ببینید کامل. ویدیو بعد رفقا، این ویدیو رو ببینید، این ویدیو که دیگه اصلا معجزه کامله.
یه سری ارواحن که از چند دقیقه بعد خبر دارن، از آینده خبر دارن، ببینید چجوری جون این بچه رو نجات میدن. آخ، یه بچه هست، نمیدونم توی خونه هست چیه داستان، یهو این بچه وایستاده جایی که قرار زلزله بیاد و سقف دقیقا همونجا خراب میشه. چند ثانیه قبل اینکه این اتفاق بیفته یه چیزی دست بچه رو میگیره با خودش میبره. کامل ببینید، دقت کن اینجا رو نگاه کنید، جونشو چی نجات داده. حالا نمیدونم زلزله بوده، ساختمون چی شده، خراب شده، اینو نمیدونم، ولی بچه خود به خود را نرفته، یه چیزی دستشو میگیره میکشه. نکن اینجا رو، اینجا بچه را میره، اینجا دستشو میگیره میکشه. بچه که اینجوری را نمیره، نکنی دستشو میگیره، جونشو نجات میده از این اتفاق. باز بگید اینا وجود ندارن، نیستن، ما که ندیدیم. ویدیو بعدی رفقا، من این ویدیو رو دیدم، این ویدیو خیلی وایرال شده بود. یه سوالی ازتون دارم، خواهش میکنم به این سوال من جواب بدید، خیلی برام عجیب غریبه. طرف کامل درست لباس احرام بازه و بدنشون معلومه، ولی من تحقیق کردم نوشته بود که توی کعبه، توی خونه خدا، حتی زن و شوهر به هم نامحرم میشن. اینو نمیدونم دقیقا درسته یا نه، ولی توی گوگل اینجوری نوشته بود. این ویدیو خیلی برام عجیب غریبه، یا از الاغ بودن همچین آدمیه که این کارو میکنه، یا اینکه اونجا همه این کارو میکنن. اینو با هم ببینید، طرف لخته، زنایی هم که جلوشن اصلا بهشون رحم نمیکنه، دستشون رو میزنه، میندازتشون اینور که بخواد برسه به اون سنگ حجرالاسود. ناکنی چیکار میکنه؟ مگه تو قرآن ننوشته که آقا محرم و نامحرم؟ چجوری این دستشو به همه خانوما میزنه؟ بهش هم تذکر میده، میگه من میخوام برم اون جلو، هر جور شده برسن. ناکن لخته دیگه، کامل لخته دیگه. من دیگه ناکنید، دیدید زنه رو کشون عقب که فقط برسه به اون، همشون دارن این کارو میکنن، زیر بغل و لخت کامله. این چجوری آخه؟ این الان حجش قبوله، درسته؟ یه سری ها شاید بگن این زنشه جلوشه. آقا هر کسی زنش نیست که، اونجا خانوما و آقایون قاطی هم. ما هم این ستا کلن زناشن، قشن معلومه یارو به زنی که روبروش هم رحم نمی کنه. دستو میندازه، شونه اینو میگیره، پهلوی اونو میگیره، اونی که داره رو سر اون راه میره. رفقا این ویدیو هم دقیقا توی خونه خدا، انگار یه زنه که تسخیر شده با شنیدن صدای اذان حالش دگرگون میشه. اینا معمولا جن عاشقه، توشون چندین سال تو بدنشون زندگی میکنه و باید پاکسازی بشن. نکن چیکار میکنه. ویدیو بعد رفقا، توی این ویدیو توی عراق گرفته شده، نصف شب ساعت 2-3 شب یه جادوگر یهو میزنه تو خیابون. توی ویدیوش جادوگر خطاب شده بود. یا توی این کوچه زندگی میکرده، تلسم و دعا مینوشته، یهو یه شب خودش دیوونه میشه میزنه بیرون. صداشو گوش بده. میبینید نعره میزنه. این 100% موکلایی که استخدام کرده به جونش افتادن، تا آخرش به جونت میافتن. اینجوری نیست که همیشه حرفتو گوش بدن. نکنید اینم انگار پلیسه، نمیدونم انتظامات پارکبان چی. خیلی هاتون برای من این ویدیو رو فرستادید که آقا پویا این چه موجودیه، خیلی موجود وحشتناکیه. رفقا این میمونه. ما انسان ها چجوری بعضی اوقات یه چیزایی به دنیا میاریم که شبیه به انسان نیست، مثلا خدای نکره عقب افتاده، اینم دقیقا همونه، ولی خیلی قیافش ترسناکه.
این شبیه زامبیه. چنگولاشو ببینید، بدبخ انگار تالاسمی داره. یه بعد طرف با اسبش رفته توی باغ، نگاه کنی چی گرفت. به نظر من میخوره آدم فضایی باشه، نمیخوره موجود ماورایی باشه. کلشو دیدید؟ عین اسکلت انسانه. هزار بار گفتم اینا توی غار، زیر زمین، تو تونل بس خودشون جا دارن. لایک ویدیو یادتون نره. ویدیوی آخر رفقا یه مراسمیه، من چند وقت توی اینستاگرام میذارم. رفتم با یکی از این استادها صحبت کردم، یه سری بخور دیدم توی این مراسم. دقیقا داشتم باهاش صحبت میکردم، گفت این بخور باعث میشه که، دقیق نگفت که این بخور هشته، نه اینو نگفت، گفت باعث میشه که ما انرژیمون بیشتر شه و اون حالت روحانی، اون حالتی که خلسهی که بهمون دست میده بیشتر شه. چه موادی باعث میشه؟ هشته باعث این میشه. نها کنید، بخار آب که نیست، نها کنید دارن قش میکنن، بعد حالت اینجوری، حالت کانگوروی میدونن، حالا ماشاءالله حالت کانگوروی میدونن. خدا لعنتت کنه بوی چی کارهایی که نمی کنن. نکنی چی کار میکنن هر بده. این هم همینطور میبینید دور تا دور بخوره، حالت یه دودیه. بله اینا رو فازن که این کارو میکنن. البته مراسم های عادیشون هم هستا، ولی خب این مراسم بخوریشونه. کسایی هم که این کار انجام میدن بهشون میگن استازا. من چند تا پیجشونو دارم، همشون ریش و کلاه و میبینید حسابی عرق میکنن و یه بوی مطبوعی هم میاد. بای خسته شد رفت. آه همه بالا هن، آه اینه که دیگه هیچی دیگه، اینه حالش بد شد. بعدی اوه اینه که چقدر ریش داشت، بچه هم توشون بود. برو خداوکیری بدونم کجاست میرم یه بار. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. توی کانال آبجی یه ویدیو خیلی خفن گذاشته راجع به دو تا دختر 15 ساله که رفتن توی مهمونی، توی پارتی شیطان پرستی. ویدیوش اینجا براتون میاد، حتما بزنید اون ویدیو رو ببینید، لینکش هم توی کامنت ها براتون پین میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید، تو قلب من جا دارید، ماچ به کلهای تک تکتون، خدا نگهدارتون.